بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شبیه حس خوبه که دم افطار می آید، شبیه حس خوبه که دم افطار می آید. یقین دارم که روز لحظه دیدار می آید. تب دنیا به شدت می رود بالا و بالا، نه کسی با دست مالی تبری نمدار می آید. شبیه کودکی هستم کنار پنجره بیتاب، به شوق این که بابا عصرها از کار می آید. نگاهم کن اگرچه پرگناهم، نگاهم کن اگرچه پرگناهم، بذر عشق تو اگر در شور زار هم بیفتد بار می آید. برایت درد سر هستم ولی دورم نکن از خود، که هر بی ارزش هم گاه گاهی کار می آید. نگاه او شفای هرچه درد است و نمی دانم، چرا هر کس به سویش می رود بیمار می آید. اگرچه جمعه های بی شماری بی حضورش رفت، نمی دانم چرا حس می کنم این بار می آید. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. به درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان، و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت و تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم از پنجره با صفا و با معنویت شبکه جهانی هادی تیوی، مهمان نگاه‌های ناب و نورانی شما خوبان هستیم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال و نیات را مرحمت بفرماید الهی. و چون موضوع بحث ما نشانه های عقل و عاقل هست، در آغاز برنامه از خداوند طلب میکنیم که عقل همه ما انسان ها را کامل بسازد الهی. آمین. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتان، تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه تشریف آوردید. آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد پیرامون نشانه های انسان عاقل، صبر و استقامت بود، رفتار و گفتار نیک و متعادل بود، رأی و نظر درست و مناسب و همچنان حلم و بردباری. رسیدیم به ای که یکی از نشانه های انسان عاقل عفو گذشت هست. مطالبی هم پیرامون این موضوع مطرح شد ولی با توجه به محدودیت زمانی که داشتیم فکر کنم که این موضوع کامل نشد. بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودین در جلسه قبل، موضوع عفو به عنوان یکی از علامت های انسان عاقل مطرح شد، ولی یک مقدار به نظرم میرسه که چند تا مثال برای بیننده های محترم عرض بکنیم که نمونه هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم یا در روایات مؤثره انسان های عاقل نقل شده، ما خود در مقابل ای آینه های کامل قرار بدیم و ببینیم ما در زندگی چقدر اهل گذشتیم، و اگر اهل گذشت هستیم خدا رو شکر بکنیم، و اگر اهل گذشت در قسمت های از زندگی نبودیم از این به بعد تصمیم بگیریم که اهل گذشت باشیم تا انشالله گذشته هم جبران میشه، بله، عقلمان کامل تر بشه انشالله. یکی از نمونه هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم نقل میفرماید داستان حضرت یوسف علیه السلام هست که برادران بسیار به حق این پیامبر عظیم الشان ستم کردن، به چاه انداختن، و جریان هایی که معلوم هست و بیننده های محترم میدانن. ولی سرانجام وقتی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به مقام عزت و جایگاه خوبی رسیدن، همو برادرها آمدن درخواست کمک کردن
به رخ اونها نکشید، به اونها بله کمک کرد، نیکی کرد. و زمانی هم که اونها فهمیدن این شخصیت همان یوسفی هست که ما او را به چاه انداختیم، فرمود که من شما رو بخشیدم. لا تثریب علیکم الیوم، یعنی بر شما باکی نیست، بر شما عیبی نیست. شیطان بین ما دشمنی و عداوت ایجاد کرده. این یک صفت انسان عاقل هست. بله. یک برادر، یک دوست، یک فامیل امکان داره که نسبت به انسان کوتاهی های بکند، جفا بکند، ستم بکند. ولی یک زمانی به ما نیازمند بشه. عاقل کسیه که نه تنها به رخ اون نمیکشه، بلکه با بزرگواری بله. با لطف خوش عنایت میکنه. بله. ای میشه انسان عاقل، یکی از نشانهای عقل همیه. باز نمونه دیگری که ما در تاریخ از سیره وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم، جریان عفو از مشرکان مکه هست. خب مشرکان مکه بسیار پیامبر را اذیت کردند، بسیار مسلمان ها را اذیت کردند، شکنجه کردند، جنگ های بسیار سختی به پیامبر و مسلمان ها وارد کردند. جناب حمزه سید الشهدا در جنگ احد شهید شدند و انسان های بسیار شریفی. زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمودند، خب عده ای شعر می خواندم که امروز روز انتقام هست. بله. فرمودم نه، امروز روز مرحمت، روز لطفه. فرمودم کسانی که به خانه ابو سفیان درآیند اونها در امانند. وقتی مشرکان آمدند و پیامبر فرمود با شما چه معامله ای بکنم؟ گفتم شما اهل کرم هستی و اهل بخشش. خانه ابو سفیان چی خانه ای بود؟ ببخشید استاد. خب چون او بالاخره یک جایگاه اجتماعی داشت، یک در یک روایت داریم که بزرگان یک قوم بزرگ بشمارین. بله. یک جایگاهی داشت، خواستن که جایگاه اجتماعی او رو حفظ بکنن. بعد اینجا فرمودن که من همون سخنی رو برای شما میگویم که برادرم یوسف به برادران خودش گفت. لا تثریب علیکم الیوم، اذهبوا انتم الطلقاء، برید شما آزاد هستید و گناهی بر شما نیست، باکی بر شما نیست، به شرطی که از این به بعد رفتار خود اصلاح بسازین. اینه که وجود مقدس حسین ابن علی در جریان کربلا گهگاه اشاره میکردن که شما فرزندان طلقا آزاد شده هایی هستید که به دست جد من آزاد شدین، اشاره به همین جریان عفو گذشت رسول خدا. این یک عفو گذشت به تمام معنای، در حالی که امروز هم در جامعه عفو گذشت بسیار زیاد به گوش میخوره، ولی اما متاسفانه یک لقلقه زبان بیشتر نیست. ما اگر عفو گذشت سلوحه کار خود قرار بدیم، بسیاری از جنگ ها و دعوا ها از بین جامعه بسیار از مشکلات حل خواهد میشه. بله. پس یک انسان عاقل مثل یوسف حرکت میکنه، مثل حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حرکت میکنه و عفو گذشت داره. یا جریانی که در ارتباط با مالک اشتر، یکی از یاران و صحابی وجود مقدس امیر مؤمنان، نقل میکنند در تاریخ که یک جوانی نسبت به این بزرگوار توهین کرد، یک مقداری زباله یک یا به جناب مالک بله اشتر سبزی مانده ای بود به جان او پرتاب کرد و تبر روی سرش یک بله، ولی مالک اشتر اصلا به روی خود نیاورد، رفت به جانب مسجد. یک نفری که مالک اشتر میشناخت به این جوان گفت تو فهمیدی به چه شخصیتی توهین کردی؟ گفت نه، یک آدمی بود که جرأت نداشت با من رو در رو بشه، ترسو بود، ترسید. گفت نه، او سپه سالار لشکر امیر مؤمنان هست که یک تنه با هزار امیر که میگن نیکی چی از حد بگذرد نادان خیال بله. بد کند. این نادان بود، جاهل بود، خیال بد کرد. گفتن که بله، او فرمانده لشکر امیر مؤمنان هست که یک تنه با هزار نفر رو در رو میشود، میجنگد. خب ای از ترس نیست. به خود لرزید، اشتباه گرفت. آفرین. او جوان در فکری شد که چاره‌ای بکند. او گمان کرد که مالک اشتر رفته شمشیر خودش رو برداره، در سبب انتقام باشه، که حال بیه او را از وسط بدونیم کند. دید نه، داخل مسجد شد و شروع به نماز کرد. نماز رو خواند، تا سلام داد این جوان خودش به مالک اشتر رساند و عذرخواهی کرد.
مالک اشتر گفت شما چه کاری به من دارید؟ کی هستی شما؟ گفت من همون جوانی هم که به شما توهین کردم. گفت خب چه خواسته ای داری؟ گفت منم ببخش. و اصلا من به دل نگرفتم که بخواهم چیزی نیست ببخشم. اصلا ندیدم. من آمدم که برای تو دعا کنم. که خدا تو را هدایت بکنه که از این حالت جهالت بیرون بشی. این میشه صفت عاقل. عاقل گذشت میکنه. در زمان وجود مقدس امام موسی کاظم امام هفتم علیه السلام یک فردی بسیار بی ادب بود، به امام توهین میکرد. گهگاهی اصحاب امام کاظم میگفتن که آقا اجازه بده ما این ادب کنیم، یک ضرب و شتم بکنیم ادب بشه. میفرمودن نه، خودم اصلاح کنیم، موقعش که برسد او را اصلاح میکنم. یک وقتی حضرت فرمودن که من دوست دارم که برم به سمت فلانی و او را اصلاح بکنم، ادب بکنم. ای اصحاب گفتم خب حالا وقت انتقام رسیده دیگه، ببینیم امام چگونه او را ادب میکنن. آقا آمدن گفتن زمینش، یک فرد کشاورزی بود، به سر زمین او رفتن. به محضی که داخل زمین او شخص شدن از دور باز فریاد کشید و بی حرمتی کرد به امام موسی کاظم علیه السلام. آقا رفتن نزدیک با لبخند فرمودن که خب خدا به تو قوت بده، کار کاسبیه تو خوب باشه، این زمین تو چقدر حاصل میده؟ گمه که علم غیب ندارم که بگم چقدر حاصل میده. گفتن حالا چقدر امید داری؟ بله چقدر تخمین میزنی؟ امید تو چقدره؟ گفت مثلا فلان مقدار امید دارم که از این زمین امسال بهره ببرم. فرمودم این مبلغ کل بهره سال تو از آن تو باشه. یک مبلغی هم اضافی هم به او دادن و فرمودن با این زندگی خود اداره بکن، هر چی هم که محصول کردی نوش جانتو. بعد رفتن. فردای او رو دیدم که دیدن همون اصحاب که این شخص بی ادبی که به امام توهین میکرد در صف نماز پشت سر وجود مقدس امام کاظم نماز میخونه. به هم گفتم این چه شد؟ فرمودن این رفتار من بهتر بود یا او کاری که شما میخواستین بکنین که از رای زور وارد بشیم؟ ای یک انسان عاقل هست، یعنی با رفتار خوب با گذشت انسان را اصلاح می‌سازه. بنابراین یکی از صفات انسان عاقل گذشته. یک سخن بسیار زیبایی یک اهل هنری گفته، خیلی زیبایی، من این عرض بکنم، نکته زیبایی داره. میگه که یک وقتی مرداب با رودخانه گفتگو می‌کرد. مرداب جایی هست که آبهای گندیده جمع میشه، اما رودخانه دیگه عبور میکنه. مرداب جا میشه. بله، مرداب رودخانه گفت که چه کردی که اینقدر زلالی؟ رودخانه گفت گذشتم. گذشت. گذشتم. یعنی این آب که حرکت میکنه میگذره، زلاله. اما این مرداب که هی آب میماند و گذر نمیکند، میگندد. شبیه آدمای کینه ای. بله، انسانی که کینه به دل میگیره شبیه هم مرداب است، میگندد، اما انسان که گذشت میکند زلال است و نشانه عقل گذشته. این هم یکی از علامت هایی که از خداوند طلب میکنیم به ما توفیق گذشت بده. خیلی از کسانی که در خانواده اطرافیان به ما ستمی کردن، کوتاهی کردن، بگذرد که خدا هم از ما بگذرد. پول ارتباطی برنامه را اعلام بکنم، مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید گوشی های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید. تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان بیمه شده باشد. به وقت بیداری برنامه تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هست که هر شب ساعت 8 به وقت کابل تقدیم حضور گرم شما خوبان می‌گردد و تکرار این برنامه هم هر روز بعد از اذان ظهر. بفرمایید استاد. بله، یکی دیگه از نشانه های انسان عاقل اینه که یک انسان عاقل در کار خیر و در کار نیک از دیگران سبقت میگیرد و سرعت در کار خیر دارد. وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند و یا سابق فوقه فی طلب البر. عاقل نشانه او اینه که در نسبت به کسانی که
از او در کار خیر جلوتر هستند، در جامعه انسانهایی هستند که اهل خیرند، یا خدمات اجتماعی دارند یا خدمات فامیلی یا اعمال صالح شخصی، خلقیات خوب دارند، عاقل نگاه میکنه به اونها و سعی میکنه که از اونها در کار نیک جلو بزنه. همیشه گفتن که اگر طالب کمال هستی در خوبی ها به از خود بالاتر نگاه کن. یک نفری تواضع داره، تو از او متواضع تر باش. یک نفری مسجد میسازه، تو دوتا مسجد بساز. یک نفری درمانگا و شفاخانه میسازه، تو دوتا شفاخانه بساز. در اینجا که رقابت کنی، چه رقابت خوب آفرین، رقابت در کار نیک. یک نفری دوتا یتیم سرپرست میکنه، شما چهار تا یتیم سرپرستی بکن. یک نفری اطعام میکنه، گرسنه ها رسید میسازه، شما بیشتر از اون. پس عاقل او کسیه که در کار نیک سعی میکنه که از انسانهای نیک دیگه جلو بزنه، سبقت بگیره. در قرآن کریم ما دو تا آیه داریم که دعوت به سبقت کرده، دعوت به سرعت کرده. یکی در سوره مبارکه بقره است، آیه 148 که میفرماید فاستبقوا الخیرات، یعنی در کارهای خیر از همدیگر پیشی بگیرید، سبقت بگیرید. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 133 میفرماید که سارعوا الی مغفرت من ربکم، در جذب رحمت و مغفرت خداوند سرعت بگیرید، کندی نکنید، سستی نکنید. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا را فضیلتا انتهز بها، یک عاقل وقتی یک فضیلت رو میبیند به سرعت او فضیلت رو انجام میده و نمیگذاره که فرصت از دست او بره. من یک شعری خدمت بیننده های محترم عرض بکنم که فرصت ها از دست ما میره. یک عاقل کسی که از تمام لحظات و فرصت های زندگی خودش استفاده میکنه. این حکایت را سعدی نقل میکنه که یک پیرمردی به نزد طبیب آمد و بسیار از دردهای خود میلالید، درخواست معالجه میکرد. در ادامه این شعر آمده که نشاط جوانی ز پیری مجوی. طبیب به او گفت خب تو دیگه حالا پیر شدی، اون نشاطی که فکر میکرد در زمان جوانی داشتی، که ورزش میکردی، یک ساعت پیاده روی میکردی، احساس خستگی نمیکردی، احساس ماندگی نمیکردی، گذشت دیگه. نشاط جوانی ز پیری مجوی، که آب روان باز ناید به جوی. آبی که از یک جوی رفت دیگه بر نمیگرده. دریغا که فصل جوانی برفت، به لهو و لعب زندگانی برفت. این قصه ای بود که خب من از جوانی خود استفاده نکردم. من درد و افسوس من اینه که در جوانی لهو و لعب کردم، به غفلت از خدا گذراندم، ایره چه کنم. چه خوش گفت با کودک، چه خوش گفت با کودک آموزگار. یک آموزگار به یک کودک درس فرصت، استفاده از فرصت زندگی نمیداد. میگه چه خوش گفت با کودک آموزگار، که کاری نکردیم و شد روزگار. یعنی روزگار گذشت، گذشت ولی کار نکردیم. تو فرزندم، تو دانش پژوه که در آغاز راه هستی، قدر این عمر بدان. من خودم میگم، معلم میگفت، آموزگار میگفت که کاری نکردیم و شد روزگار، تو از ما درس عبرت بگیر، تلاش بکن و سعی کن که در نیکی ها از تمام فرصت ها استفاده کنی و خودت به کمالات معنوی و قرب الهی برسانی. فراغ دلت هست و نیروی تن، یعنی حالی که هنوز فکرتو باز هست، تنتو سالم هست. فراغ دلت هست و نیروی تن، چون میدان فراخ است گویی بزن. هنوز که فرصت داری، وقت داری یا توان مالی داری، دست انسان نیازمندی رو بگیر. در صفات کمال و روحی خود تلاش کن، خودت به کمال برسان هر کار خوبی. دریغا که بگذشت عمر عزیز، بخواهد گذشت این دمی چند نیز. عمر عزیز گذشت، این نفسی هم که پایان عمر شد، این نفسی هم که میکشیم، این نفس هم میگذرد. بنابراین یک انسان عاقل از جوانی خودش استفاده خوب میکنه، در اینکه
در کارهای بله. نیک سبقت بگیره، از ثروت خود استفاده نیک میکنه. حالا که ثروت داری، شاید این ثروت همیشه نباشه، یک جریانی میشه در کشور، یک حادثه میشه یا طبیعی یا اجتماعی، این ثروت از دست ما گرفته میشه. خلاصه از همه خوبه ها خوبه که در جوانی استفاده آفرین. بکنه، در وقت اما در جوانی توانمندی، توبه کردن شیوه پیغمبری است، ورنه در پیری هر گبر مسلمان می شود. اونجا که وقتی از بنابراین میکده خارج شده که دیگه بله. کار از دست بر نمیاد. پس عاقل چی شد؟ نشانه عاقل این یکی از فرصت ها به کمال دقت استفاده میکنه و در کارهای نیک سبقت میگیره. سیار. البته یک نکته اینجا من خدمت بیننده های محترم عرض بکنم، گاهی گفته میشه عجله کار شیطان هست و سوال خیلی بیننده هم بله عجله سیار. نکنین. خب این چی رقم میشه؟ قرآن میگه عجله کنین، فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرة من ربکم. از اون طرف میگه که سبقت بگیر، از این طرف میگیم که یه عرف بله. شادی خب مستاق آیه قرآن که نباشه، ولی خب خیلی جا افتاده در جامعه، هر کاری که باشه در خیلی از امور میشنه میگه عجله نکو، عجله کار شیطانه. یا فرض کنیم مایه بره به نماز، میگه عجله نکن، باشه کمی دیرتر بخوان. ها یا به فقیری کمک مایه بکنه، رفیقش میگه عجله نکن، باز بعد نه. این عجله چی دقیقا؟ آره مایه در خوب اینجا یا بد خیلی هست؟ استفاده میکنه، شاید کی هست میشناسی نمیشناسی دیگه خرج میکنی صدقه میده اینو. یک سخن بسیار زیبایی یکی از لغویان راغب اصفهانی در لغتنامه خودش مفردات گفته که عجله او جای مذموم هست و به کار برده میشه به عنوان یک صفت ناپسند که اقدام به کار انسان بکند که وقت او نرسیده. بله. اگر اقدام به کاری بکند که وقت او نرسیده، این میشه همو عجله‌ای که مذموم و ناپسنده. مثلا عرض بکنیم، فرض کنید که یک کسی کشاورز هست یا باغدار هست، این میوه ها هنوز نرسیده بله. و این گندم ها هنوز پخته نشده که وقت دل او برسه. این آدم بگه همه چقدر صبر کنم دیگه، سری اینا رو درو بکنم، میوه ها رو بچینم برم بفروشم. این میگن عجله کرد، چون هنوز نرسیده میوه ها رو چیده، او بهره ای که باید ببره نمیبره. بله. یا فرض کنیم در نبرد دو تا لشکر با هم جنگ میخوان بکنن، یک لشکر قبل از اینکه آمادگی بگیره و فرصت بشه اقدام بکنه، خب او طبعا شکست میخوره. یا در جریانی که یک کسی کلامی و سخنی به طرف مقابل دوست داره که بگه و ادله خودش بیان بکنه، اگر عجله کنه، خب این دلیلی که ای بس اگر به جای خودش میگفت خیلی قشنگ آره، و درست. شخص قانع میساخت، وقتی بدون در نظر گرفتن فرصت و جایگاه خاص نه. زود عجله بکنه بگه، خب او طبعا اثر خودش نمیذاره. بسیار عالی. پس نتیجه ای شد که عجله در هر جای مصداق نداره، در هر جای عجله کار شیطان نیست، در بعضی جاها هست و بعضی جاها. آفرین. خیلی عالی، اتفاقا تشکر میگن استاد. عجلو به صلات، یعنی در اینجا عجله وقتی که نماز وقتش میرسه باید انسان سرعت بگیره. بسیار تشکر استاد. میان برنامه ایره بیننده های عزیز و گرامی با هم ببینیم و پس از میان برنامه ما را همراهی کنید. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفت زنم، دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهم بریز، تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم.
همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا، هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد. هنوز هم تا همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، عیب از ماست اگر دوست ما مستور است، دیده بکشای که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید. برنامه ای به وقت بیداری را به گونه زنده و مستقیم بیننده هستید و در خدمت جناب استاد رمضانی هستید. استاد، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما. آخرین فرموده ایتان این بود که سبقت گرفتن در کار نیک از نشانه های انسان عاقل است. بله، بنده هم مجدد خدمت شما و بیننده های محترم سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. نشانه های عاقل بسیار زیاد است. بله. و ما باید دقت بکنیم به همون مقداری که میفهمیم عمل بکنیم. بله. چون اگر هرچه انسان یاد بگیره و عمل نکنه، بار او سنگین تر میشه. بنابراین ما باز از خداوند سبحان طلب میکنیم که خدایا عقل ما را کامل بساز و به آنچه که گفته میشه در این جلسه و جاهای دیگه و میفهمیم توفیق عمل او را خداوند به ما عنایت بفرمایه. یکی از صفات بسیار زیبا برای عاقل و نشانه های عاقل که میتونه آدم به خودش نگاه بکنه و محک بزنه ببینه چند مرده حلاجه، آیا نشانه عاقل در او هست یا نیست، صفت حیا هست. بله. حیا بسیار صفت شگفت‌انگیزیه که از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرمایند لا یفارقه الحیا. هیچ وقت انسان عاقل را حیا رها نمی‌سازه، همیشه با او هست. بله. مثل عضو بدنه. اگه فرض کنیم یک مثال خدمت شما عرض بکنیم، وجود مقدس امیر مومنان میفرماین که العقل و شجرتون، یک مثال بسیار مثال زیباییه. فرض کنیم عقل یک درخت تشبیه کردن. خب درخت یک ریشه دارد و یک شاخه هایی دارد، یک میوهی دارد، تنه هم داره. بله. در این قسمت، در این مثال به سه قسمت درخت اشاره کردن: ریشه، بله، شاخه ها و میوه. خب در این درخت عقل جایگاه حیا چه قسمتی هست؟ فرمودن که اصلها التقا. این درخت عقل ریشه او تقوایه، یعنی که انسان مراقب باشه، فرمان خدا را اطاعت بکنه، به حرام گرفتار نشه، واجب خدا را انجام بده. این ریشه اینه، یعنی ریشه عقل، که اگه این نباشه این درخت عقل استوار نخواهد بود. اه. به زمین میافته. و فرع بله و فرعها الحیا، یعنی شاخه های این درخت که زیبا میسازه عقله، و میوه ها به روی شاخه ها بارور میشه. یعنی یک درخت اگه حساب بکنیم، یک درخت انار برگ نداشته باشه، فکر نکنم میوه هم داشته باشه. بله. شاخه نداشته باشه، یک درخت انار، یک درخت سیب در نظر بگیریم، شاخه ها هستن که زمین ساز و مهیا کننده وجود میوه میشن. پس اگر از درخت عقل یک انسان دوست داره که بهره مند بشه و میوه عقل بچینه در زندگی خود، از
میوه عقل نشجان بکنه و مردم از عقل او، از درخت عقل او بهرمند بشن، فرمود فرعها الحیا، اینه که حیا داشته باشه انسان. و ثمرتها الورع، میوه درخت عقل چیه؟ ورع هست، یعنی به شدت دوری کردن از ستم، از ظلم، از گناه، از آلودگی، از همه بدی ها. از همه بدی ها. پس درخت عقل این سه قسمت مهمه داره، ریشه او تقویه، شاخه او حیا هست و میوه او ورع هست. سیار. وجود مقدس امام موسی بن جعفر میفرمایند که رحم الله من استحیا من الله، خدا رحمت کنه او انسانی را که همیشه از خداوند حیا میکنه. یعنی ای که خدا او را میبینه، این همیشه در ذهن او هست. حق الحیا، خب حق حیا چیه؟ بعد توضیح دادن حق حیا، کسی از خداوند حقیقتا حیا میکنه که 4 تا خصوصیت داره. سیارانی فحفظ الرأس و ما حوا، این آدمی که از خدا حیا میکنه سرش حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی افکار پلید در ذهن خود راه نمیره، سعی میکنه ذهن خودش به افکار شرورانه، به افکار بد آغشته نکنه. یعنی حتی اگر فکر بدم به ذهن او بخواد نفوذ بکنه، سری ذهن خودش با استغفار، با تفکر در عظمت خداوند ذهن خودش پاک میسازه. پس ای که بعضی ها میگه خب ما کار بد انجام نمیدم، ولی فکر بدگاه به سرم میه، راهشم میه که استغفار بکنه، استغفار کنه و به یاد عظمت خدا باشه که خدا فکر آدم رو میخانه، خدا فکر آدم رو میدانه و آنچه که حتی به زبان نیاورده خداوند میدانه. پس فکر گناه شاید گناه نباشه، یعنی گناه نیه ولی زمینه ساز میشه برای گناه. برای گناه مثل این که میگن شما یک جاهایی هست که انگار کنید که آب رفته، این قسمت خاک برده، یک لباهایی هست که بسیار زیر او خالیه، اگه نزدیک بشین امکان داره، امکان داره که فرو بریزه و ما به یک دره پرتگاهی قرار بگیریم. بنابراین او جاهایی که امکان داره انسان سقوط بکنه، همون افکار نادرسته که به ذهن انسان، همون فکرهای بد که به سر میزنه. پس گفتن که انسان با حیا 4 تا صفت داره، یکی که فحفظ الرأس و ما حوا، سرشه از افکار نادرست حفظ میکنه که خیال بد هم به ذهن او اگر نفوزن. خیال بد آمد با امو توسل به خداوند او رو دور بکنه. دو والبطن و ما وعا، یک انسان با حیا شکمش حفظ میکنه و آنچه که در شکم قرار میگیره، یعنی سعی میکنه که لقمه حرام و نوشیدنی حرام، آنچه که یا حق الناس است یا خدا حرام کرده، تغذیه حرام نکنه. بله، تغذیه حرام نکنه. سه و ذکر الموت و البلا، یاد مرگ هیچ وقت از یاد خود نمیباره، یاد ای که باید در برابر خداوند روزی جواب بده، ای عالم ابدی نیه و روزی باید به عالم بعد سفر بکنه. ای سیاره. آدم با حیا یادش هست. و چهارم و علم ان الجنت محفوفتون بالمکاره و نار محفوفتون بشهوات، و انسان با حیا و کسیه که میدانه که بهشت و جنت خدا پوشیده شده به سختی ها. بله، اگر دوست داری ای انسان عاقل به بهشت و جنت الهی برسی، سختی ها رو باید تحمل داشته باشی، به سادگی به دست نمی. آفرین. و از او بر جهنم و دوزخ الهی اطراف او را شهوات گرفته. یعنی انسان عاقل میدانه که اگر به سراغ شهوات بره، خواسته های نفس بره، باطن اونها جهنمه. پس یک انسان با حیا با این دیدگاه سعی میکنه که همیشه خدا را در نظر داشته باشه. یک انسان عاقل پس از صفت او حیا، به هر میزانی که بیننده‌های محترم ما این صفت داشته باشیم، از خداوند شرم کنیم، حیا بکنیم، عقل ما به همون میزان کامل هست. حیا برای همه انسان‌ها، بعضی فکر میکنه که زن باید حیا داشته باشه. بله، ولی نه خیر، این حیایی هست که باید همه داشته باشه. بله، و برای نجات. بسیار عالی، تشکر. بیننده های عزیز گرامی، مثبت 964-780-255-413 همچنان در خدمت شما هست. میتونید اگر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید، از طریق ارسال پیامک با ما در میان بگذارید.
و همچنین برنامه های ما رو در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام فراموش نکنید. بسیار عالی استاد، حیا از نشانه های انسان عاقل. من چون احتمال میدم که این برنامه شاید یک جلسه دیگری بیشتر دوام نداشته باشه، موضوع عوض بشه، سریعتر از این عنوان ها رد میشم. بسیار. یکی دیگه از نشانه های انسان عاقل و عقل نداشتن حرص است. یعنی حریص نیست. بله، انسان عاقل حریص نیست به دنیا و مال دنیا، بنابراین وظیفه شرعی خودش انجام میده، تلاش خودش میکنه، کار کسب خودش میکنه و کار خیر هم انجام میده، از مال خودش هم دیگران رو بهره مند میسازه. ای که هی جمع بکنه، هی جمع بکنه، از حقوق او بزنه، از حقوق او بزنه، حق ضعیف پایمال کنه، حق یتیم پایمال کنه، حق شریک پایمال کنه، این رقم نیست. لذا وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لا یبدو منه الحرص، از انسان عاقل حرص آشکار نمیشه، بروز پیدا نمیکنه. یک شعر بسیار زیبایی هست که از این شعر من یک نکته اخلاقی رو ما استفاده بکنم. میگه که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، یک حکایت نقل میکنه شاعر که پادشاهی از یک کوچه گذر میکرد، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. مردم هل هله و پادشاه آمده، شاه آمده، بریم ببینیم استقبال بله چه کبکبه و دبدبه‌ای دارد. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، یک یتیمی هم نگاه میکرد که ای چیه، پادشاه میگن کیه چیه، تعجب کرده بود. ای یتیم چون ندیده بود یک تاج خیلی درخشانی بر سر پادشاه بود، ای همینه بره سوال شد که ای چیه. جالبی داشته. بله. پرسید زان میانی که کودک یتیم که این تابناک چیست که بر تاج پادشاه است، ای چیه خیلی میدرخشد بر تاج پادشاه. آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست. بله. پیداست آنقدر که متاع گرانبهاست. یک نفری مثل این کودک، اونم بنده خدا از این مردم رعیت بود و گفت ما چی خبر داریم که چیه، ولی هرچی از قیمتیه، قیمتیه ها خیلی ارزشمنده. ولی یک پیرزن بسیار خردمندی بود، او گفت که من پاسخ تو رو میدانم. نزدیک رفت پیرزن کوژ پشت و گفت، یک کمر خمیده بود، من پیش ای یتیم رفت گفت که من به تو جوابت میگم. جواب سوال پیش بله منه. این عشق دیده من و خون دل شماست. ای ای که بر تاج ای پادشاه حریص میبینی که مال رعیت خورده و به خودش ای مقام به زور تصاحب کرده، ای همی عشق دیده منه که مینالم و خون دلی که شما یتیم ها میخورین، ای تاج بر سر ای شده. بعد ادامه میده که آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، اگه یک کسی خودش به زهد میزنه اما هی به دنبال ثروت جمع کردنه، هی ملک میخره، اونم نه از راه حلال سهم دیگران رو میخوره، از هر راهی که پیش بیاد، چون اگه انسان از راه حلال بخره و به دیگران هم کمک بکنه، ای که عیبی نداره. نه. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشا که مال رعیت خورد گداست. او به ظاهر خودش اینقدر جلوه میده، ولی در حقیقت او از خلق خودش، از ملت خودش گدایی میکنه. اگر حق توی رعیت به تو رسیده که تاج و تخت گوارای وجودش باد. ده. اگر حق توی یکی او دست و گداتر. بله. پس بنابراین یک انسان عاقل حریص نیه، یعنی سعی میکنه که کار خودش بکنه، حقوق هم داره. قناعت هم داره، حقوق دیگران رو هم به طور کافی و وافی پرداخت میکنه، حق کسی دم ضایع نمیکنه، طبعا اهل خیر هم هست. یک مثالی خدمت شما عرض بکنم، یک داستان بسیار زیبایی در روایات ما نقل شده که این خیلی زیبا صفت حرص به ما نشان میده که کجا انسان حریص ضرر میکنه و حرص به چه رقم در زندگی آدم اثر منفی داره. در روایات داریم که یک وقتی حضرت عیسی علی نبی نا و آله و علیه السلام با یک نفری همراه شدن، در بین راه حضرت عیسی به او فرد گفتن که برو از این دهکده بقری نان بخر. این رفت سه گرده نان خرید، یکیش پنهان ساخت. بعد فرمودن با این پول که سه تا میشه، تقریبا از قیمت ها خبر داشتن. گفت نه آقا دو تایه.
گفتم خب حالا دوتا رو خوردن دیگه، یکی او خورده که حضرت عیسی. حضرت فهمیدن ولی بر روی او نکشیدن. مقدار عبور کردن، به یک روستای دیگر رسیدن، دهکده رسیدن. یک آهوی بود، حضرت او را فرا خواندن بیا، چون حیوان ها مطیع انبیا و اهل بیت هستن به اذن خدا. خب او را ذبح کردن، جایی که شکار بکنن ذبح کردن و از گوشت او خود ایشان و ای فرد خوردن و بعد دعا کردن دوباره زنده شد. خواستن به اون معجزه نشان بدن چون حضرت عیسی یکی از معجزات ایشون بهش بفهمانه که چیکار کردی. بله که من خبر دارم خلاصه، ولی بروی تو نمیکشم، متوجه باش که خودش بیان بکنه به زبان خودش که بالاخره عذرخواهی بکنه، چون هدف انبیا دستگیری از خلق خدای، هدایت انسانهای. دعا کردم این حیوان زنده شد، چون یکی از صفات حضرت عیسی علیه السلام به اذن خداوند احیای مردگان بود. این معجزه رو دید که عجب چه کاری کردین؟ فهمیدم بله. گفتم راستی اون نان چند تا بود؟ گفتن دو تا بود آقا، دو تا بود. بله. گفتم خب خیره. رفتن مقدار جلوتر به یک منطقه رسیدن، سه تا خشت طلا نمایان شد. فرصت داریم این جریان بیان بکنم؟ حضرت فرمودن که خب این یخش که مال من، یخش تا مال تو، یخش تا دیگه مال کسی که نان سومه خورده یا برداشته. اینجور گفت که خب کار ما بوده. ولی یعنی تا این قسمتی که حرص و طمعی نبود، به تعبیری مالی نبود، پنهان میکرد، یعنی منفعت خودش در پنهان کردن میدانست. اینجور که باز بحثت خشت طلا شد، خب طبیعت انسان حریص میطلبه که ای از اونان که گرانتره دیگه، این طلا از اونان. گفت نه او ببخشید، فرمودم که هر سه خشت طلا از آن تو باد، اما دیگه با من راه نرو. خیلی نکته ظریفی، یعنی وقتی با بزرگی همراه شدیم قدر همراهی او را بدانیم، مراقب باشیم که رفتار ما سبب نشه که از ما آزرده بشه. بله بسیار. یا در یک روایت داره که وقتی وجود مقدس امام صادق با کسی مدت ها از صحابی و یاران حضرت بود، در راه که عبور میکرد یک غلامی داشت، به یک فردی غلام بود، یک حرف بسیار زشتی به او گفت. حضرت نگاه کردن به او، فرمودن دیگه با من راه نرو. اینو دقت کنیم، ما امام زمان ما رو مشاهده میکنن، به خانه های ما سر میزنن، در بین بازار ما هستن. نکنی یک کاری بکنیم که حضرت دیگه بگن با ما نرو، با من همراه نشو، در جمع ما نباش، نباش. جمع دوستان ما نباش. اینجا این فرد حریص خب خوشحالم شد اتفاقا، کاش همینجا درس عبرت میگیره، باز میگفت که توبه کردم. یعنی حریص انسان، حرص انسان به هلاکت میرسه. خیلی خوشحالم شد از این کار. آره خوب خوب چه بهتر، ستا خشت به ما رسید، غافل از اینکه چه گوهری از دست داده، یک پیامبر خدا را از دست داده. همینجور فکر میکرد که چیکار بکنه با اینا، این بره کجا با سرمایه گذاری کنه که بیشتر بشه. سه نفر سر رسیدن و اونها هم طمع به این خشتای طلا کردن. با خود گفتم که این رو بکشیم و اینها به ما برسه، و این نفر کشتن. باز حرص اونها، غالب آدم کشی ها، نمیگیم همه، چون بعضی از آدم کشی ها سر خشم و کینه و اینهای، ولی غالب آدم کشی ها و حتی کشور گشایی ها، یک کشور به کشور دیگر حمله می کنه، قارت ها، اینا سر حرص و طمع یک کشور خودش توسعه بده، ثروت خودش توسعه بده. ولو او کشور بدبخت میشه، ولو او مردم فقیر میشن، ولو یتیم میشن، آدم ها کشته میشن، به او آدم حریص باکی نیست. او که او چه غم میخوره، به خواستش خود برسه، ولو میلیون ها نفر به خاک خون آغشته بشن. این طبیعت انسان حریصه. این نفر رو کشتن به خاطر حرص و خشتای طلا. بعد گفتم خب باز این ببینیم حرص حتی خیانت هم در پی داره. گفتم خب حالا که ما گرسنه شدیم، یک نفر گفتم تو برو غذا بخر که ما این ثروت بسیار خوب گیر آوردیم، یک غذای خوبی هم بخوریم دیگه. او رفت که غذا بخره. این دو نفر گفتن بیا که ما
ثروت بیشتری به چنگ آوریم. چرا سه قسمت کنیم این خشت داره؟ تاسف. او رو که آمد میکشیم با هم تقسیم میکنیم بیشتر برسه. یه خشت و نیم میرسه دیگه. این هرسه. او نفری هم که رفته بود قضا بخره، شیطان وسوسه کرد و هرس او رو گرفت، طمع، گفت چرا سه قسمت کنی؟ همه یک سم داخل یک قضاها بریز، اونا که بخورن بمیرن، همین خشتا به تو میرسه. ایوه. او هم رفت او داخل قضاها سم ریخت، آورد اینا. اینا هم پشت در کمین کرده بودن، تا او آمد او رو زدن کشتن و بعد گفتم حالا بیان قضا رو بخوریم بعد تقسیم بکنیم. قضا رو خوردن، او هم مرد، او حریص اول هم مرد، این دو نفر هم مردن. حضرت عیسی در برگشت به این صحنه مواجه شدن که چهار نفر حرص دنیا آنها رو هلاک ساخت. این نشان میده که وقتی وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لا یبدو منه الحرص، هیچ وقت از انسان عاقل حرص آشکار نمیشه، به خاطر ای که حرص انسان به هلاکت میرسونه و عاقل میفهمه که پی حرص نمیره. بله، یعنی سعی میکنه که اگر داره شکر خدا رو میکنه، از راه حلال به دیگران هم میده، اگر نداره به کم خودش قناعت میکنه. حق مظلومه، حق یتیمه، حق شریکه، حق کسی نمیخوره. ایو. چون حرص سر از هلاکت و سر از خیانت در میاره. بنابراین استاد بوده خیلی وقت بله. دارم اگر مطلبی هست بفهم. من یک صفت دیگر اشاره میکنم که باز اگر عرشبت فرصتی بود انشاءالله در هفته دیگر توضیح میدیم، اگرم نبود که خداوند هرچه صلاح بداند. یکی از صفات انسان عاقل اینه که حق گرا هست. بله. یعنی حق تا ببینه او رو میپذیره، تا حق روشن بشه به او میپذیره. وجود مقدس امام حسین علیه السلام میفرمایند لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل آدم کامل نمیشه مگر ای که از حق و حقیقت پیروی کنه، دنبال حق باشه. یا وجود مقدس حضرت امیر میفرمایند که العاقل من رفض الباطل، عاقل کسیه که باطل رو از خود دور میسازه. خیلی اینجا حکایات زیبایی هست. من فقط یک اشاره بکنم به جریان حضرت موسی و ساحران در حد یک دقیقه خیلی خلاصه. در سوره مبارکه اعراف آیه 117 تا 123 آیات شریف است که این جریان نقل میکنه که وقتی حقیقت برای ساحران روشن شد، ساحران فهمیدن و به سجده افتادن، ولی فرعون او هم فهمید ولی خودش به نفهمید. پس اینجا یک صحنه انسان برخورد میکنه، یک حقیقت روشن شد، دو برخورد، یک برخورد عاقلانه، برخورد ساحران که ایمان آوردن، یک برخورد جاهلانه که تکبر ورزید و قبول نکرد. ان شاء الله باز آیات همین خانه رو توضیح میدیم. خیلی ممنون، تشکر بود در جلسه دیگه. ممنون، سلامت باشین. یک دعای کوتاهی هم در حق ما بیننده و داشته باشید. ان شاء الله بیننده ها ما را از دعا فراموش نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا فرج امام زمان معجل بفرما. خدای عقول همه ما و همه بشریت رو کامل بساز. آنچه رضای توست به ما عنایت بفرما. الهی آمین. خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک بی همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.